سلام، خیلی مخلصیم. من پتروسم، فیلم باز انگشتی، و شما این ویدیو رو یا دارید از کانال یوتیوب من ببینید یا از پیج اینستاگرام به این آدرس پتروس خان. از هر کدوم دارید میبینید لایک رو فراموش نکنید. لایک زدن شما باعث میشه که این ویدیو رو آدمهای بیشتری ببینن. خلاصه از اینا بگذاریم. سگانه ارباب‌الغا رو داغ داغ هفته پیش دیدم، آماده رفتم سراغ سریالش و تو این ویدیو یه سری رفع ابهام براتون میکنم، تیتراژ رو تحلیل میکنم، یه سری سکانس ها رو تحلیل میکنم، راجب معرفی کاراکتر اصلی فیلم حرف میزنم، نکات مثبت و منفی رو بهتون میگم و یه دونه اقتباس توی این اثر اتفاق افتاده که مطمئنن خیلیاتون نمیدونید، اونم بهتون میگم. بدون درنگ برو بریم. فقط یه دونه نکته ریزم بهتون بگم. هفته گذشته تو کانال یه ویدیو آپلود کردم در مورد نکات جالبه جهانهای ارباب حلقه. اصلا اون ویدیو واجبه، لینکشو میذارم دیسکریپشن، حتما ببینید. آره برو بریم. بچه ها نظرتون چیه که همین ابتدای ویدیو بیام کاراکترهای آشنای سگانه و سریال رو بهتون بگم و بعد بریم سراغ بقیه مسائل؟ خب اولیشو که با گالادریل شروع میکنیم، همون الف زیبایی که تو سگانه دیدیم، همتون هم فکر میکنم قطعا میدونید. اینم از رفیقمون الراند، ساورون ضد قهرمان اصلی سریال، و اون قایق کاغذی کوچولویی که تو بچگی گالادریل میبینیم و تو سگانه گفتیم کجا دیدیم، اون قایقی که معروف به لاتلورین. آقا جان پتروس بگو نمیدونستم، اصلا همین الان کامنت کن بگو نمیدونستم، بذار من خیالم راحت بشه. داستان کلی سریال بین الفا، انسانا، دورفها و هارفوتاست. بیشتر از این راجع به داستان نمیگم چون مطمئنم زدی روی این ویدیو که بریم سراغ تحلیل موشکافی، پس برو بریم. میخوایم بریم سراغ رفع ابهاما. قبلش یکی از تفاوتهای اصلی سگانه و سریال رو میخوام بهتون بگم که یک کوچولو هم ربط داره به ابهاما. آقا تو کل سگانه اگر بشینی حساب کنی بکنم اندازه انگشتای یک دست، یعنی 5 تا سکانس هم نبینی که دوتا کاراکتر خانوم رو روی همدیگه دیالوگ برقرار کنن. اما اتفاقی که افتاده تو سریال، سه تا کاراکتر اصلی ما خانوم هستن که از الفا، انسانا و هارفوتا استفاده کردن. متوجه شده بودین؟ ابهام اول در مورد سیاه پوستای تو سریال. ببین کلی حرف راجبش قطعا تو این چند روز شنیدی، خیلی مختصر مفید و درست و حسابی با منطقهای خودم میخوام راضیت کنم که چرا مخالفم یا چرا موافق. ببین اول باید این نکته رو بهتون بگم که هیچ فکت خاصی نیومده که الف ها سفید پوستن، پس باید بگیم اوکی همه چیز دیگه. اما یه سری اتفاقا هست که منو میبره سمت این که بگم اشتباهیه یا شکستن قاعده بازی اتفاق افتاده. چرا؟ به عنوان مثال وقتی هارفوتا رو فیلمساز سیاه پوست به من نشون میده، من میپذیرمشون. چرا؟ چون هیچ بک‌گراند ذهنی ازشون ندادم و کسی تا حالا راجبشون تصویری به من نشون نداده. من اتفاقا میگم دمت گرم آقای فیلمساز و تو رفتی سراغ یک ایجاد تنوع درست. اما وقتی میای سراغ الف هایی که یه اثر قوی راجبشون ساخته شده به اسم سگانه ارباب‌الغا و اونجا سفید پوست این آدم ها رو نشون دادن، حالا وقتی تو سریالت نمیدونم به چه دلیلی که هنوز هیچ دلیلی براش پیدا نکردم اونا رو سیاه پوست نشون میدی، یعنی شکستن قاعده بازی. این ابهامو همینجا ببندیم. ابهام بعدی، این کاراکتر رو ببینین که با شهاب سنگ اومد، به نظرتون این گندالفه یا چی؟ آقا همین الان قبل از اینکه من براتون یه توضیح کاملی بدم کامنت کنید که گندالف هست یا نه. بریم سراغ توضیحات این بخش. آقا طبق کتابایی که از تالکین ما خوندیم متوجه شدیم که تو دوره دوم سه تا حلقه میدن به الفا، یکی به گالادریل، یکی به ارون و نفر سوم کسیه که از والار برای خدمت به سرزمین میانه وارد میشه. خب پس اون قضیه کهکشانه که دیدیم و اومدن این کاراکتر داره به ما همچین حرفی رو میزنه و این فکت رو ثابت میکنه. اما بازم من 1% میذارم کنار. با این حال 99% شک نکنید که این کاراکتر گندالف جوونه.
بریم سراغ تحلیلا. با تیتراژ شروع میکنیم. توی تیتراژ ابتدای کار نحوه آفرینش سرزمین میانه رو ما داریم میبینیم. اگه دقت بکنید مثل وجود اون 9 تا حلقه‌ای که با ریتم موسیقی و لرزش‌های صوتی اگه دقت کنید این شن‌ها تغییر شکل میدن. حالا با وجود ناهماهنگی که تو موسیقی به اصطلاح دیستورت صدا هست، یا بهتر بگم پدیدار شدن مورگات، حلقه ها هم از هم پاشیده میشه و ما داریم کیف میبریم از این تیتراژی که انقدر فکر شده است. کاش قانون کپی رایت وجود نداشت و من بلافاصله بعد از گفتن این جملات تیتراژ رو با موسیقی براتون پخش میکردم و کیفش رو میبردید. نظرتون چیه؟ با بازیگری های کار شروع میکنیم. اولا میریم سراغ نازنین بنیادی، بازیگر ایرانی الاصلی که تو سریال ارباب القا داره خوش میدرخشه و نظر همه رو به خودش جلب کرده. آقا پیشرفت یعنی این، یعنی از موزیک ویدیوی افشین برسی به یکی از کاراکترهای اصلی سریال ارباب القا. در مورد بازیش هم بخوام یه کوچولو حرف بزنم، واقعا بازی خیلی رئالی رو ازش دیدیم و با توجه به اینکه نقش یک انسان هم داره کار میکنه خیلی به نسبت بقیه بازیگرها بازیش به چشم اومد. گفتم چشم، یه نکته هم راجع به چشماش بگم، چقدر بازی با چشمش خوبه و واقعا قاب رو برای خودش میکنه و تو تمام توجهت به عنوان مخاطب میره تو چشمای این بازیگر. بریم سراغ کاراکتر اصلی سریال مورفید کلارک. خب ببین اون قدرت و جذبه‌ای که داره ازش حرف میزنه اصلا تو بازیش به چشم نمیاد. اوکی شما مبارزت خوبه خانم کلارک، اینو ما متوجه شدیم، اما این به تنهایی کافی نیست. ببین تو تقابلا و دیالوگ گفتنش اصلا خیلی شله. بابا تو قهرمانی لعنتی، این چه وضعشه؟ همین جای کار برم سراغ معرفی کاراکتر گالادریل که به نظرم کارگردان از پسش بر اومده بود و خیلی مفهومای درستی رو به من منتقل کرد. یکی یکی بهتون میگم. ببین اول از کلاخوده شروع کرد، رسید به یک جمعی از کلاخود و جنازه ها. اگه بخوایم برداشت کنیم باید بگیم که کاراکتر ما مسیر ساده ای رو نداره، به خاطر گذشتگانش قراره خیلی کار رو انجام بده و در آینده خیلی ها روبروش میستن و در واقع مخالفشن. تو پلان های اول این رو به ما نشون میده و تو کل دو قسمت این مفهوم رو به ما میرسونه. پس دمش گرم، معرفی کاراکترش به نظرم نمره قبولی رو به راحتی میگیره. در مورد اون سکانس پیشگویی که تو سرزمین هارفوتا دیدیم، من خیلی این سکانس رو دوست داشتم و در واقع به دلم نشست. چرا؟ چون در واقع خیلی کامل تکامل رو نشون داد. یعنی چی؟ یعنی ما متوجه شدیم که هر کسی از هر نژادی داره متوجه برگشت سارون میشه. من از این نوشته هایی که تو کتابه بود یه تحلیل هایی کردم، یه سری چیزها رو متوجه شدم، توی کاغذی نوشتم. فکر کردم اگه بخوام توضیح بدم خیلی زمان میبره، براتون الان میارمش رو تصویر. دوست داشتید اسکرین بگیرید و بعداً با دقت بهش در واقع بپردازی. چقدر سخت شد جمله، برو بریم نکته بعدی. قبل از اینکه برم سراغ نکات مثبت و منفی سریال، میخوام برم سراغ اون اقتباسه که بهتون گفتم احتمالاً خیلیاتون ازش بی خبر باشید. خب آقا یه سکانسی وجود داره توی این سریال، یعنی توی این دو قسمت، که اقتباس شده از یکی از کارهای دیگه تالکین به اسم سیلماریلیون، اگر اشتباه نکنم تلفظشو، که اونجا یه صحنه‌ای وجود داره به اسم سوگند فئانور و پسراش، که ما داریم اینجا هم توی این سریال هم همچین صحنه‌ای رو، همچین سکانسی رو در واقع می‌بینیم. ممنونم از هادی فرهادی عزیز بابت این فکت خفنی که ارائه کرده بود. بریم سراغ نکات مثبت و منفی سریال. اولا ما موسیقی متن شروع میکنیم. ببین موسیقی متنی که من شنیدم در واقع اون حس حماسی که توقعش رو داشتم و برآورده نکرد، دروغ چرا، اما بد نبود. به این نکته هم باید اشاره کنم که موسیقی متن سریال توسط رابرت مکرری، همون آهنگساز گادافار، ساخته شده. این نکته رو من تو اون ویدیویی که اول این ویدیو بهتون گفتم برید ببینید اشاره کردم و در واقع فقط موسیقی تیتراژ توسط هاوارد شور ساخته شده. این کلان داره میره این رقب. هاوارد شور کیه؟ آهنگساز سگانه ارباب القا، که واقعا با اون موسیقیاش ما گوشامون کیف کرد و عجب چیزایی شنیدیم. بریم سراغ جلوه های ویژه. به نظرم یه سطح جدیدی رو دیدیم از CGI و واقعا هیچ حرفی باقی نمیذاره، خیلی خوب بود، دمشون گرم. اطلاعاتی که من به دست آوردم اینه که 20 استودیو و همزمان 9500
500 نفر آدم داشتن روی این پروژه کار میکردن، یعنی اصلا چاره جز خوب بودن نداشتن. در مورد اکشن ها بسنده میکنم به یک کلمه، چون خیلی اکشن زیادی ندیدیم، خوب بود. و بریم سراغ نکته مهمی که در واقع وجود داره، جلوه های بصری، نورپردازی، گرافیک و قاب بندی ها. ببین همه گفتن 20، همه گفتن عالی، اوکی، اصلا هیچ. ولی اجازه بدین در 130 دقیقه که این سریال رو دیدم، این دو قسمت رو دیدم، قبول نکنم و نمره 20 رو ندم به عموماً قابهای کارت پستالی. ببین خیلی خوبه، این عالیه که تو به چشم مخاطبت احترام قائل شدی، برای چشم مخاطبت، و خیلی خوشگله، همه چیز قشنگ زیبا. اما من دلم میخواست که یک کوچولو بیشتر قابای مفهومی ببینم. به عنوان مثال دارید این سکانس رو میبینید، سکانس جنین آتش، هم چشم نواز بود، هم مفهوم متولد شدن یک موجود تو این جهان داشت به خوبی به ما نشون میداد. من از این قابا بیشتر دوست داشتم. رفقا یه فلشبک بزنید به 30 دقیقه ابتدایی سگانه پیتر جکسون، بعد بیان اینجا تا براتون بگم چرا این دوتا قسمت خیلی ها رو راضی نکرد. چون دشمن و ضد قهرمان قوی ندیدیم، از طرفی قهرمانمون هم کاری نکرد، بنابراین نبرد و جنگی که هیجان رو ببره بالا اصلا وجود نداشت. همین دلیل ریتم پایینه، هیجان نداریم، تا حد خیلی زیادی اتفاقا و رویدادها قابل پیشبینیه. و واقعا اگر سکانس های مرتبط به هارفوتا تو قسمت اول و سکانس های مرتبط به دورفا تو قسمت دوم وجود نداشت، واقعا اصلا تحمل سریال تو این دو قسمت خیلی سخت بود. حالا چاره چیه؟ باید منتظر برگشت سارون باشیم تا کشش تو سریال به وجود بیاد. جایی شنیدم که سارون قرار تو فصل بعدی بیاد، امیدوارم که دروغ باشه، چون اگر این اتفاق واقعیت داشته باشه به نظرم رسما باید اعلام کنیم که آمازون شکست میخوره. خلاصه با تمام این تفاصیل باید بگم که سریال ارباب القا، حلقه‌های قدرت، خط داستانی نسبتا خوبی داره، اما قافیه رو به کیفیت ساخت و سی جی آی 3 هیچ باخته و این اصلا نکته خوبی نیست. با تکلیف انگشتم با این سریال دقیقا این مدلیه، یعنی اصلا نمیتونم این هزینه عجیب و غریبی که صرف ساخت سریال شده رو نادیده بگیرم و مجبورم، یعنی همه ما مخاطبا به نظرم مجبوریم چند قسمت دیگه به این سریال وقت بدیم تا اتفاق عجیب و غریبی ببینیم. برای همین انگشتم نه میگیره است نه نمیگیره، یه چیزی تو این مایه هاست. و با اجازتون یه کوچولو راه فیپور بازی در بیارم و برم. آقا این نشونه سارونی که دیدین به نظرتون چه قضیه ای پشتشه؟ دمتون گرم، حمایت با انگشتاتون فراموش نشه. خیلی مخلصیم، تمام. پس اون اوکی، شما مبارزت خوبه اما مبارزه کافی تنها نیست، یعنی نه تنها